بسم الله الرحمن الرحیم قصه امروزه ما قصه روزنامه فروش هست که سال 1966 این حادثه رخ داده است. ضیا کمال الدین یکی از دکترهای بهترین لندن که دختر قلب به عراق سفر میکنه به وطن خودش و در یک کنفرانس او را فریاد میکنن تا براش یک جایزه خیلی بزرگ بتن. وقتی که داخل همون بینا می شود از طرف راست میدان می بیند که یک نفر سین سالش به جای رسیده در زمین روزنامه ها را مونده سودا میکنه. ضیا به اون نگاه میکنه و در فکر میزنه که این مرد در کجای دیدم و داخل بینا می شود. بعدا برنامه آغاز می شود، همه را خیر مقدم میگن و مجری برنامه برای جایزه سپاریدن به دکتر ضیا را به صحنه میخواند. دکتر ضیا فقط در فکر و خیالش همون روزنامه فروش بود که در کجا دیدمش. وقتی که نامش را میگیرن به صحنه بیاید جایزه بسپارن، دکتر ضیا از جاش میخیزه و طرف بیرون میبراید. همه حیرون میشوند که چرا طرف بیرون میبراید. دکتر ضیا بیرون میرود و از دست اون پیرمرد میگیره و میگه پدر همراه ما بیا و چشمای دکتر ضیا پر از آب میشوه و این مرد کهنسال خیال میکنه که یکی از کارگرای همین بنا است که برای روزنامه فروشی مرا شاید یگان گپ بگه. بعدن روزنامه فروش با اصرار میگه که پسرم دیگر من این کار را انجام نمیتونم، الان جمع میکنم خانه میرم و دکتر ضیا از دست مسافر کپیده هوی نمیکنه، میگه بیا داخل همراه من بیا. همین قدر روزنامه فروش میخواد دستش باز کنه نمیتونه و دکتر ضیا این روزنامه فروش پیره از دستش میگیره و داخل بینا میشوه. همه در حیرت میمونن، همه نگاه میکنن که دکتر ضیا چیکار میکنه و این مسافر روزنامه فروش همراه این چیکار میکنه. بعدن دکتر ضیا راست منبر می روه و از دست این مسافر می قپه و میگه که این همون استاد من است که از خوردی من از زبان عربی درس می داد، تشویق می کرد، دلتیی می کرد، راهی راست هدایتمون می کرد. بعد میگه استاد منم ضیا کمال الدین، همون شاگرده که چندین سالها در زیر دستی تو لغت عربی می آموختم. پس ضیا کمال الدین به همه خطاب کرده میگه که این جایزه مستحق، یعنی حق این جایزه را گرفتن خود انمین استاده هم. بعدن استادش میشن استادشو با گریه و با شادی او را آغوش میگیره و بعدن این جایزه را ضیا کمال الدین به استادش می سپاره و ضیا کمال الدین میگه هیچ وقت ما پیشرفت نمیکنیم، هیچ وقت ما امتی خوب نمیشیم تا وقتی که استادان ما در پشت درهای بسته روزنامه فروشن و در داخل ما جایزه ها را بگیریم. بله برادری عزیز، هر نفری که برای من برای تو یک حرف آموزنده باشه حکم استادی را داره، باید نسبت او ناحرمتی نکنیم. خداوند در اون صورت در علم و در امتی که استادانشان را حرمت میکنن برکت عطا میکنن. احترامی بزرگان نسبت استادانشان خیلی زیاد بود که خداوند در علمشان برکت داد. الان علمای زیاد داره، ما علم زیاد دارن اما در علمشان برکت نیست. امام ابو حنیفه رحمه الله حتی میگن در خانهش میشیشت پایش از سینی خانه استادش دراز نمیکرد، میگفت ناحرمتی میشود. محض انمین احترامی بزرگ علما بودن نسبت استاداشان که خداوند در علمهاشان برکت عطا کرد. هر کی هر کار انجام میتیه، هر کی هر کاره هست، استادان شما باید همیشه در یاد داشته باشه و حرمت اونا را با
و جا بیارم. سلام علیکم و رحمت الله.